رادیو زمانه. سلام میکنم به همه شما. من همیشه پشت دوربینم، از این زاویه دیدارم یک حسن خاص خودش داره. یک 20 دقیقه من فرصت دارم شما رو ببرم سمرقند. مرسی علی. آقای نوشازار لطف کردن از سندروم استکهلم گفتن، ولی من میخوام براتون از زمین مادران بخونم. زمین مادران به خط فارسی هم چاپ شده، رو اون میز هست اگر خواستید ورق بزنید. همین رمان در مجله صدای شرق که مجله اتحادیه نویسندگان تاجیکستان چاپ شده، من از اینجا میخونم چون که به خط سیرلیک هست و من سیرلیکو همچنان راحت تر میخونم. این داستان سه زن هست: مادر بزرگ، مادر و دختر. داستان از زمان، از دوران استالین شروع میشه و دوران پرسترویکا و بعد از شوروی. حالا امیدوارم که خوب بتونم بخونم. مادر در نیمروز تابستان کنار مزرعه رو به آسمان خوابیده است، در حالی به دنیا آوردن من است. کنارش مردی فربه راست راست راه می رود و کار هم از دستش بر نمی آید. این رئیس کالخازی ماست. اینجا یه توضیح کوتاه می خواهم بدم. بعضی کلمه ها تاجیکی هست و من می دونم که برای مخاطب ایرانی ممکنه فهما نباشه، اونها رو توضیح می دم. دستان مادر به پایه باریک یک بوته پیچیده است، دندان به دندان گذاشته و نه فریادی می کشد و نه آهی در می آرد. خوب نیست در حضور مرد ضعف خود را نشان دهد. از رئیس خواسته در همین دوربرها باشد ولی نزدیک نیاید. خوب نیست، مردم حرف می زنند. مهمتر از همه پدرم ناراحت می شود اگر بداند مردی زیر دامن زنش را دیده است. خواهرم با گریه می رسد و هر چی در دست دارد نزد مادر می گذارد. مادر با آرامش دست و پا دراز کرده و در دامن چیزی را با احتیاط گرفته است. دستمال را روی زمین پهن می کند و مرا روی آن می گذارد. پیرزنی لنگان لنگان از آن سوی مزرعه می رسد و با یاری رئیس از جویبار می گذارد. با دو دست لرزان و به سوی آسمان دراز بلند بلند دعا می کند: خدای بزرگ و مهربان، به این زن بیچاره قوت ده و به این کودک عمری دراز، آمین. رئیس با ابروانی کج و چشمان ناراحت به پیرزن نگاه می کند تا خدا خدا کردن به دادش برد زود در. خواهرم تنها چیزی که از صحنه‌ای به دنیا آمدنی من در یاد دارد همین بود. اما پیرزنی که تا به حال دایه من است و از من همیشه انتظار هدیه دارد میگوید: وقتی رسیدم دیدم روی دستمال سبزی خوابیده ای و بند نافت هنوز به مادر وصل است، انگار از خاک رویده باشی مثل کدو. به من لقب خودرو داده بود. میگوید اولین بسترت زمین بود و سقف روی سرت آسمان، تو هیچ وقت خانگی نمیشی. همین پیرزن به من آفتاب نام داد. خوشحال بودم. آفتاب بهتر از کدوست، نه؟ پدرم البته ناراضی بود، ولی زنان که همبستگی بیشتری دارن به حرف او گوش ندادن و مرا آفتاب صدا کردن تا نام من نهایتاً آفتاب شد. اینگونه است که من دو مادر و دو پدر دارم. رئیس که معتقد است اگر او به یاری مادر نمی رسید من زنده نمی ماندم و دایه هم همین ادعا را داشت. اما مادر می گفت که من بدون یاری کسی، بدون رنج و زحمتی زیاد خود را بیرون کشیدم و از بین پاهای مادر به غروب آفتاب نگاه کردم.
مادر همیشه شاعرانه به اتفاقهای اطراف نگاه میکرد، دقیقا برعکس من. من واقع بینم مثل پدرم. شاید دلیلش آن است که هیچ ظرافتی از زندگی ندیدم. در مزرعه زاده شدم مثل یک کدو و به تراکتوری کهنه کارخواه سوارم کردند و به خانه آوردند. خانه‌ای که مادر حاضر نبود یک لحظه هم در آن بماند. از سر صبح تا دامن شب در صحرا میگشت و نفسی راست میکرد، حتی وقتی میدانست که من در نیمه راهم. این هم شد شروع زندگی. اگر آدم را شروع سرنوشتش این باشد، پایینش را خدا به خیر کند. البته با همین بهانه وقتی بزرگ شدم تنها تراکتوری کالخوز رو به من دادن. از بین این همه جوانمردی تنومند به من، به دختر لاغر و زشت سپردن. ادعایشون هم این بود که از زمانی که من به دنیا اومدم زمین سر حاصل تر شده، پای قدمی من انگار برای همه خوشی آورده به جز خودی من. سر از دفتر بر می دارم. حدود 40 سال از این نوشته می گذرد و تمام این مدت مادر باری هم آن را به غریبه ای نشان نداده بود، تا روزی که مرد روس وارد خانه ما شد و به پیاله چایی که به دستش داده بودم نگاه کرد. پیاله چای، ببخشید، پیاله که میگیم استکان، شما استکان میگید، ما میگیم پیاله، مثل خیام. تا زمانی که مردی روس وارد خانه ما شد و به پیاله چایی که به دستش داده بودم نگاه کرد، به پیاله دور و دراز نگاه کرد و بعد به من و بعد به مادر و بعد باز به پیاله. چای پیاله داغ بود. وقتی یک دست روی سینه گذاشتم و با دست دیگر آن را به سویش دراز کردم، آرنج خود را گذاشته بود روی میز و نگاه میکرد. وقتی پیاله رو به لبانش نزدیک برد دیگر از چای بخار بر نمی اومد. سرد شده بود چای، اما چشمانش بیشتر برق می زد. پرسید: البوم خانوادگی دارید؟ مادر به من نگاه کرد و گفت: شاید دفتر خاطرات بیشتر به دردش خورد، نه؟ سر خود را تکان دادم، نه به معنای آره و نه به معنای نه. یادم نیست سرم رو چگونه تکان دادم، بیشتر شبیه لرزش بود. گفت: بیارم. مرد روس همچنان گاه به من و گاه به مادر نگاه میکرد. پیاله چای از یادش رفته بود. از جای بلند شدم و صندلی رو دوباره نزدیک میز گذاشتم، کاری که هیچ وقت انجام نمیدهم. اما نمیدونم چرا در حضور این مرد روس دست و پا گم کرده بودم. صندلی رو که باز دوباره باید روی آن بشینم چرا زیر میز گذاشتم؟ احساس میکردم مادر هم هیجان دارد. کسی روبروی ما نشسته بود که به ما با تمام وجود توجه کند. دمی در به مادر نگاه کردم. برایم روشن نبود که چرا سرگذشتی را که به پدرم نگفته میخواهد به این مردی بیگانه رو کند. در کتابخانه دنبال دفتر مادر گشتم. جایی که دفعه آخر گذاشته بودم نبود. انگشتم رو روی همه کتاب ها گذاشتم و تلاش کردم تمرکز کنم. پیدا نکردم. با دست خالی برگشتم. هنوز وارد حجره نشده بودم که مادر گفت: روی تخت است. نگفت روی کدوم تخت، اما راست رفتم حجره مادر. روی تخت خواب او بود. از قبل برنامه ریخته بود. دفتر رو ورق زدم، همه صفحاتش سر جا بود. مردی روس دفتر را از اول تا آخر ورق زد و دوباره به من برگردوند. بخون. به مادر نگاه کردم. نگاهش آرام و حتی قناعتمند بود. از صفحه اول شروع کردم به خوندن. مادر نیمروز تابستان کنار مزرعه رو به آسمان خوابیده است و در حالی به دنیا آوردنی من است. مرد دستش را بلند کرد. به اون نگاه کردم و بدون اینکه چیزی گفته باشد ترجمه کردم. به مادر نگاه کرد، انگار میخواست همه خطهای رخسارش رو بشمارد. چشم از اون نمیکند. واقعاً
مادر سر جنبان و به کتاب نگاه کرد. هرچی اینجاست حقیقتی روزگاری من است. مرد از جای برخاست و به چپ و راست قدم زد. دیرتر بعد از هفته ها فهمیدم که آنجا به خود فکر می کرد با این شروع شود و بعد با این ادامه. به سمت مادر تاب خورد و پرسید کجاست این مزرعه؟ از جای برخواستم و پشت صندلی رو محکم گرفتم. من می دونم، من هر سال دو سه بار با مادر میرم اونجا قدم میزنم. مادر به معنای تصدیق سر می جنباند. این دفتر را شاید دو نفر بیشتر نخوانده باشد. مادر و من از خواننده های دائمی آن بودیم. مادر وقتی دلگیر می شد آن را به دست می گرفت و بخش هایی را با یاری انگشتانش پیدا می کرد و می خواند. و همیشه مربوط به مادرش بود. شاید کل دفتر مربوط به مادرش بود، نمی دارم. انگار هر صفحه را باز می کرد راجع به مادرش بود. من قسمت هایی را می خواندم که مربوط به خود او بود. هر بار هم به شاعر جوان فکر می کردم. هیچ وقت نگفت که این شاعر جوان کیست؟ آیا من می شناسم؟ آیا هنوز زنده است؟ هر بار که پرسیدم گفته شاعریست که جوان است. دوست نداشت اصرار کنم، می گفت این همه گذشته است و بهتر است در همان تابوت زمان بخوابد. مرد روس آمده بود این تابوت را باز کند. یک پاره دیگری میخونم در این قسمت. در ادامه اون داستان در حین فیلم برداری مهتاب که قرار است نقش مادرش را در اون فیلم مستند بازی کنه دچار یه تصادف میشه، حافظش را برای یه زمانی موقت از دست میده، میفرستنش موسکو بیمارستان که اونجا تبابت ببینه. اینجا بعد از تبابت مهتاب هست که در موسکو هست و دنبال پرستاری میگردد به اسم ناتاشا که مدت ها از او مراقبت کرده ولی دیگه از خودش نشانه نگذاشته و مهتاب دنبال اوست. خیابان های مسکو را بدون برف ندیدم. هر بار که به این شهر آمدم برف انقلاب کرده بود، انقلابی سرد و سفید که حتی شوق دیدن ستاره کرملین هم کسی را گرم نمی کرد. مادر اما بارها سفرهای کاری به مسکو داشته و دوستان زیادی هم در این شهر به جا گذاشته است، اما چرا در خاطرش از این شهر یادی نمی کند؟ چرا خاطراتش در چارچوب میدانی پنبه منحصر مانده است؟ مادر این همه ماشین دیده، رانده و سوار شده، اما چرا همش به همون تراکتور قدیمی کالخوز فکر می کند و می نویسد؟ مسکو شهری سوال هاست، نه جواب هایی که من انتظار داشتم پیدا کنم. از پنجره ماشین به بیرون نگاه می کنم، سری هر چهار راه دوباره بر می گردم. انگار نتشه است. سر فرو برده به گریبان پالتوی خود آرام راه می رود. نفسم شیشه را تیره کرده بود. مادر ناتاشا با کمی تأخیر در را باز کرد و گرمای چهرش یخ دلم را شکست، یخی که در طول راه بیمارستان تا اینجا عمیقتر و عمیقتر شده بود، مادر ناتاشا مرا خوب می شناخت. میگوید ناتاشا هر روز وقتی از بیمارستان برمیگشت برایش از وضعیت من میگفت، از اینکه چه چیزی به یاد آوردم و گاهی حتی نوشته های مرا هم برایش میخواند. مادر ناتاشا در رویای دیدار دخترش به سر میبرد، رویایی که چند وقت است شب و روزی مرا هم انحصار کرده است. شب و روزی که دنبال ناتاشا بین کاغذهای هوشیار و مدهوش نوشته خود، بین نوارهای بایگانی بیمارستان، بین نگاه‌های غریب و آشنا، دنبال دختری که 7 ماه از من مراقبت کرد تا حافظم را به دست آورم و وقت شفا یافتم غیب زده بود.
مادر ناتاشا آلبوم خانوادگی خود را آورد و روی میز گذاشت. میز چسبناک بود و هر بار که دست روی آن میگذاشت صدای چرس چرس شنیده میشد. رویکش پلاستیکی قدیمی رنگ رفته ای داشت که گلهای آن جا جا تیغ خورده بود و لب باز کرده بود. از کودکی تا جوانی ناتاشا رو برایم گفت. وقتی به دوران رسید که من وارد زندگی شدم موضوع رو تغییر داد. مادرتون آفتاب چطور است؟ خوب است؟ چه کار میکند؟ بله خوب است. سلام زیاد به شما رساند. میخواست یکی دوتا تربوز هندونه ما به هندونه میگیم تربوز میخواست یکی دوتا تربوز برایتون بفرستد. من قبول نکردم چون میدانم که در راه ممکن است از دستم بگیرن. دو سه نفر رو دیدم که سر مرز قرقزستان بارهایشون رو زیر رو کردن و هرچی میوه داشتن از قطار پایین انداختن. تازگی و سختگیری زیاد شده شنیدم. در اخبارم دنبال میکنم، میگید مادر ناتاشا. میگویم قبل از اینم همینطور بود. میگید نه، دوران شوروی خوب بود. میگویم شاید، اما چشمانم به دوروبر خانه بود، دنبال نشانه ناتاشا میگشتم.